سلام عرض کردم خانم آقایون. عرض کنم که امروز بعد از یه سال اولین روزی است که شما از هر جا دنیا هستید میتونید تلفن بزنید با من صحبت کنید و میدونم که یه مقدار زیادی مردم از لرستان، از شیراز، از تهران و کانادا، آمریکا، جاهای مختلف میخوان تلفن بزنن با من صحبت کنن و خوشحال میشم از این که تلفن بزنید و با هم صحبت کنیم و اگه سوالی دارید میتونید سوال کنید و عرض کنم حضورتون که من بتونم جوابتون رو بدم. عرض کنم من تشکر میکنم از تمام کسایی که در عرض این سال گذشته به من لطف کردن و من رو تشویق کردن. عرض کنم بزرگتون که با من صحبت کردن، تلفن زدن، قرص های من رو خریدن و جواب دادن. خیلی کسا به توسط تلفن شخصی خودم که هست 310-909-3930 یعنی 909-3930 و عرض کنم بزرگتون که تلفن‌های دیگه‌ای و آدم‌های دیگه‌ای، مردم‌های دیگه‌ای تلفن زدن، صحبت کردن و عرض کنم بزرگتون که من ازشون خیلی خیلی تشکر می‌کنم. تشکر می‌کنم از اینی که مقدار زیادی مردم در آمریکا، همین شهر ما لس آنجلس و شهرهای دیگه اینا تلفن زدن و با من صحبت کردن و البته همه نوع مردم بودن. خیلی کسا هستن در لس آنجلس که اینا شخصا پیش من اومدن و از دیدن و صحبت و معالجات من خیلی لذت بردن، تشکر کردن و البته کسایی که من در لس آنجلس تونستم اینها اشکالاشون رو براشون رفع کنم، چه مرض سرطان بود، چه مرض ایدز بود، چه مریضای مختلف دیگه بود، چه مریضایی بودش به اسپورتس مدیسن یعنی ورزشی اشکال شونه داشتن، اشکال گردن داشتن، اشکال عرض کنم بزرگتون که پشتشون بوده، پاهاشون بوده، زانوشون بوده، این حرفا من خوشبختانه تونستم اینا رو کمکشون بکنم. از این تلویزیونی که یک سال با من کار کرد و این تلویزیون رو در اختیار من گذاشت خیلی ازشون ممنونم، متشکرم و امیدوار هستم که بنده بتونم بیشتر اینجا بمونم. ببین تلفن اوردی زنگ زده و من باهاش بهشون زنگ بزنم ببینم که چی میگن، یعنی باشه جوابشون رو بدم. در حقیقت این روز اول منه که دارم این کارو میکنم. تلفن مسکه زدن نه؟ بله. هلو، سلام آقای دکتر. سلام خانم عزیز، بفرمایید. حالا شما خوبه که خسته نباشید. قربان شما، شما اولین کسی هستین که دارین تلفن میکنین و بله آقای دکتر، من از ایران استان درستان خدمتتون زنگ میزنم. شما خیلی گل هستید، خیلی ممنون هستید و شما مثل که مرتب به من تلفن میکنید و من از اینکه شما من تلفن میکنید و من با شما آشنا هستم خیلی 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 خوشحالم. خیلی ازتون تشکر میکنم و عرض کنم بزرگتون که مثل اینکه شما فرمودید که یه مقدار دوستان و رفقای شما هستن الان با هم جمع شدید و میخواید با من صحبت کنید و سوالی، برنامه، هر چی دارید الان موقعشه که الان دنیا ببینن که من جواب شما رو دارم میدم. من هم تشکر کنم و اینکه خیلی استفاده کردیم از برنامه خوبتون و خیلی برامون مطمئن سوال بوده راه نمایه شما و یه جورای مدیون شما هستی. اصلا مدیون نیستی عزیز من، شما باعث افتخار من هستی. من از طریق تلویزیون به تمام دنیا بگم شما بهترین دکتر دنیایی. خواهش میکنم. خیلی ممنون، خیلی ممنون و خوشتیتا
بهترین و خوشگلترین دکتر دنیای. خواهش میکنم، خیلی متشکرم، خیلی ممنون. شما خیلی لطف دارین. خیلی خوشحال شدم که صدای کارتون رو شنیدم. خواهش میکنم عزیز من. قربان شما. کسی دیگه اونجا تو میگم کسی دیگه اونجا تو خونتون نیست باهات صحبت کنه. خیلی دوستتون داریم. خانه نظری دوستتون داریم. باز برنامه خودتون لذت میبرید. خواهش میکنم. خیلی متشکرم. دیگه میگم کسی خیلی ممنون. خیلی متشکرم. عرض کنم که میخواستم بگم که جانم بفرمایید. دارم گوش میدم. میخواستم بگم مثل که شما فرمودید که یه مقدار زیادی جمع شدید یه جا، همه تو میخواد با من صحبت کنید. خب اونا رو بذار رو لاین، من باشون صحبت کنم. بله بفرمایید. میشه باشون صحبت کنم؟ یکی از آقایان بفرم. سلام. سلام قربان، حال شما چطوره؟ سلام، مخلصم، احوال شما؟ خیلی ممنونم. من آقای دکتر. خواهش میکنم عزیز من. خواهش میکنم. عرض کنم به حضورتون که همونطور که شما میدونید من قرص سرطان رو اعلام کردم 2014، یعنی سال پیش، که قرص سرطان رو من دارم و این قرص سرطان رو به دنیا معرفی کردم. غیر از اون قرص که خون رو تمیز میکنه و باعث میشه که مریضی رو ابن بره، اونم به دنیا معرفی کردم و دارم تازگی قرصی است که به اسم دریای جوونی، که این قرص جوون میکنه مردمو. این قرص هم دارم میفرستم به سراسر دنیا، به خصوص ایران. و از اینی که شما تلفن میکنید و این سوالات رو میکنید و میخواید بدونید، خیلی ازتون ممنونم. امری فرمایشی دارید؟ خواهش شما هایی دوستان، انشالله که به عنوان مخترع سال هم شناخته بشید و استفاده کردید. این بله بله برادر خانم میخوام با شما صحبت کنم. خواهش میکنم بفرمایید. بله بله بفرمایید. خواهش میکنم از من خداحافظ شما. قربان شما. خوشحال شدم. خواهش میکنم از شما. بفرمایید. الو آقای دکتر، سلام. سلام آقای عزیز، حالتون چطوره؟ آقای دکتر خیلی ممنونم از محبتتون، هم از لباس خوشتیپتون، هم از خودتون، هم از اخلاق خودتون، هم از اطلاعاتتون، خیلی ممنونم. خواهش میکنم. یه سوالی داشتم که راجع به قرصاتون میخواستم بپرسم. ما مادرمون مرض سرطان فوت کرد، سرطان کلون داشت. بله بله. حالا دکترها میگن بچه‌اش فرزندانش هم باید برن یه آزمایش بدن چون ارثی است. آیا خوردن قرصای شما برای ما لازمه، احتیاجه و خوبه ما مصرف کنیم؟ ببین عزیز من، من میخوام شما و تمام مردم دنیا گوش بدن. این قرصایی که من درست کردم، این قرصی هست، یعنی قرص خون رو، قرصی هست که خون رو تمیز میکنه. یادتون باشه 136 سال پیش که دولت آمریکا و دولت‌های دیگه درشون این کمپانی ها اومدن و این قرص‌های ما می‌کنیم، قرص‌های فارماسوتیکال، یعنی داروخونه‌ها، داروخونه می‌رید قرص می‌گیرید، این قرص‌ها رو درست کردن، تمام قرص‌های مریضی رو درست کردن، ولی قرصی درست نکردن که شما برید و سوال کنید و بخواید. چرا؟ برای که قرص خون باعث این میشه که خیلی چیزا رو، چون خونتون رو تمیز میکنه، بدنتون رو تمیز میکنه، خیلی مریضی ها رو شما نمیگیرید. یکی از اون مریضی ها که شما نمیگیرید مرض سرطانه. دوباره بهتون عرض میکنم، چون من میدونم دنیا به خصوص FBI و CIA و هوملند سکیوریتی آمریکا داره به این حرفای من گوش میده. من میدونم اینا رو، به من گفتن و اون اینه که این قرصی که من درست کردم سرطان رو در عرض 5 سال از بین میبره. بنابراین شما اگه این قرصا رو بخورید، خودتون میبینید یه مقدار زیادی خانوم ها و آقایونی هستن که این قرصا رو من خوردن و منتظر تلفنشون هستم که تلفن بزنن به سراسر دنیا بگن که این قرصا چیکار براشون کرده. اگر اینا مثلا ندونن که من رو لاین هستم مثل الان و شما دارید با من صحبت میکنید و من جوابتون دارم میدم، 100% اینا تلفن خواهند کرد دفعه دیگه و اینا خواهند گفت
که این قرصا چیکار براشون کرده. مثلا یه خانمی هست در ایران، وقتی با ایشون صحبت کردم ایشون گفتن من خارش داشت بدنم و این قرصا باعث شد که خارش از بین بره، یعنی خارش نمیکنه بدنش. این یکی دیگه گفت که من وقت میرم خونه پیش دکترای مختلف که مریضای مختلفی دارم، میرم وقتی خون من رو دفعه آخر گرفتن، نه خون من قرمزه و گفتن این چطور شده که خون تو اینقدر قرمزه؟ من گفتم بهشون ببین عزیز من قرص خون میخورم. بعدن دکتر گفته این دکترش کیه؟ اسم منو گفتن، رفتن راجع به من تحقیق کردن تو یوتیوب و اینترنت، بعد به من تلفن زدن گفتم ما این قرصاتو میخوایم که بدیم به مریضامون. پس بنابراین ببین عزیز من، این قرصایی که من درست کردم، به خصوص قرص یعنی هر ستاش، ولی قرص این که خون رو تمیز میکنه، باعث این میشه که شما سرطان نگیرید. من میدونم که خیلی مردم به خاطر بیسوادیشون و حسادتشون این مسئله رو نخواهم فهمید، ولی اینه یادتون باشه، خون تمیز، بدن تمیز باعث این میشه که شما مریض نشید و به خصوص سرطان نگیرید. الان در ایران سرطان خیلی زیاده، خیلی، و شما آره میدونم اینا رو به من گفتن، همین خواهر شما، فامیل شما این تلفن زدن گفتن، خیلی میلیون ها نفر در از این سال گذشته به من تلفن زدن. روزی تقریبا 50-60 تا تلفن به من میشه، شاید 100 تا، و اینا به من مرتب صحبت میکنن. یه خانمی هست، ایشون اسمش رو متاسفانه نمیتونم بگم، اگه امکان داره اگه ایشون برنامه منو میبینن سعی کنن به این شماره اینجا استودیو 70-80-222 تلفن بزنن و من دوست دارم باشون صحبت کنم و من دوست دارم ایشون به دنیا بگن که ایشون چه سرطانی داشتن، چه اتفاقی براشون افتاد. و وقتی ایشون با من یه هفته ایشون با من تلفن زد، چه اتفاقی بعد این تلفن افتاد. حتی من ایشون رو نمیشناسم، ندیدم، مثل شما. آقا من تا حالا شما رو دیدم؟ خیر دکتر، ما شما رو دیدیم، شما نمیدونم، من اصلا تا حالا با شما صحبت کردم غیر از امروز؟ خیر دکتر. خواستم اینی بدونید مردم، چون میدونی الان خیلی ها این برنامه رو دارن تماشا میکنن و خیلی ها میبینن، البته من رو میبینن و عرض کنم بزرگتون که شما رو نمیبینن و شما میخواستم مطمئن باشن اینا این چیزی نیست که من شما رو قبلا دیدم، یا شما نه مریض من هستید نه هیچی، فقط چون من خواهرتون یا کسی مرتب به من تلفن میکنه و لطف داره به من، خواستم بگم که ایشون به شما گفته و شما جمع شدید یه جا و میخواد این سوالات رو بکنید. نه عزیز من، آخر حرف من به شما اینه، شما این قرصا رو بخورید سرطان نمیگیرید. خیلی ممنونم، امیدوارم روزی به کمک شما و امثال شما این مریضی از دنیا اصلا پاک بشه، مخصوصا از ایران، ما که صدمش زیاد دیدیم، مادرمون از دست دادیم. بله، من به شما ببین عزیز من، من نمیخوام بپرسم اسمت چیه، ولی شما یه برادر ایرانی هستی. ببین عزیز من، من به شما قول میدم، شما اینو قبول کن، اینو بنویسی یه جا، من به شما قول میدم تا 5 سال دیگه من و خیلی دکترا و ساینتیست‌های دیگه، یعنی اینایی که کارشون این است که تحقیق بکنن، مثل من کارم اینه که مرتب تحقیق میکنم راجع به سرطان و چیزایی که توش هستم، روی این حساب شما اینو خیال راحت باشه تا 5 سال دیگه این مریضی بمیره. اگرم تازه ما موفق 100% نشیم، خیلی خیلی کمک ها خواهیم کرد به مردم. و این آقا دو جا ببخشید وقتتون رو میگیرم، بعد این برای اگه رقیق کننده خون باشه و حتما برای استکتی و رقیق کردن خونم خوبه، یعنی من حتما سیگاری من فکر کنم این قرص شما خوب باشه، میشه استفاده کرد؟ ببین عزیز من، این قرص من برای خیلی 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 مریضی ها خوبه و خیلی خیلی مریضی ها رو از بین میبره، کمک میکنه که خوب بشن. این خون شما به تمام بدنتون میره. ببین عزیز من،
این مسئله خیلی ساده است. شما وقتی غذا میخورید، غذا میره تو شکمتون که اینجاست، بعد از این میره تو جیرتون، تصفیه میشه، بعد میره میفته تو خون و خون اینو پخش میکنه تمام بدن. تمام مریضی ها حتی سرماخوردگی از خون کثیف میاد. حالا خیلی ها ممکنه بگن یعنی چی این حرفا چیه؟ برید مطالعه کنید. از روزی که منو برم رو این تلویزیون، بیشتر دکترای دنیا میگن ما آنکالوجیست هستیم، ولی قبل از اون میگن ما اسپشالتی داریم توی خون. توجه میکنی عزیز من؟ این عوض شده، چون الان فهمیدن خون رو باید تمیز کنن و تنها کسی که این رو شروع کرد و قرصش رو به مردم معرفی کرده دنیا به اسم امیون سل پاور، این قرصیست که من درست کردم، این قرصیست که UCLA قبولش کرده، این قرص در ضمن سیستمی که من دارم UCLA قبول کرده. یادتون میاد و الان هم هست مثل این که در بعض جای دنیا چیکار میکنن؟ یکی سرطان داره میان انقدر به این کیمو میزنن که این اصلا امیون سیستمش رو به این میره میفته میمیره. اینا رو باید اول به طور طبیعی درست کنن، اگر نتونستن به طور طبیعی بعد برن سراغ کیموتراپی یعنی شیمیایی. اول سعی نکنن بدن رو داغون بکنن، البته آپریشن هم میکنن، یعنی میرن عمل سرجری اینجا میکنن، جایی که نتونن خوب کنن اینا رو جراحی میکنن، بله، و اونم درسته، کار صحیحه، هر ستاش درسته، هیچ کار غلطی نیست، توجه میکنید؟ ولی اگر بتونن این رو به این صورت، اولا که اولین کاری که همه ما میخوایم بکنیم اونیست که نذاریم مردم سرطان بگیرن. ولی اگر سرطان گرفتن راش چند نوعه، یه نوعش عمل جراحیه که درسته، یه نوعش کیموتراپیه که درسته، ولی بعد از چی؟ بعد از اینه که اینو چکا کنه؟ اینو درستش کنه. در صورت عزیز من خیلی ازت ممنونم، متشکرم. من مثل که تلفن‌های دیگه دارم، خواستم، بله، خواستم با اونا صحبت کنم. قربون شما، خواهش کنم لطف کن بازم به من تلفن بزن. خداحافظ. هلو. هلو. بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر. سلام آقای عزیز، بفرمایید. من از ایران تماما واقعا خوشحالم که با شما تماس گرفتم و واقعا خیلی وقت تلفنتون رو میگرفتم، نمیتونستم صحبت کنم باهاتون. واقعا عزیز چشم جمع شد آقای دکتر، واقعا نمیدونم چجوری تشکر کنم از این قرصتون و این قرص رو مصرف کردم و بیماری لاعلاجی که تونستم رهایی پیدا کنم. من همه دکتر رو جوابم کرده بودن، نمیتونم چجوری صحبت کنم. هرچون دارید میخواد صحبت کن عزیز من، هرچون دوست داری صحبت کن. من هر جا میرفتم، هر دکتری میرفتم من رو جوابم میکرد، نمیدونم چجوری شد. من بیماری آقای دکتر خیلی واقعا سرام گرفت، نمیتونم صحبت کنم. نه دیگه الان موقعش صحبت کنی دیگه، الان موقعش صحبت کنی، بذاری دنیا بفهمن شما چی میگی. این قرص یکی از آشناهای ما گرفت بودش، گفتش مصرف کن چیزی که شاید امید آخرت باشه و من اینو مصرف کردم. من یه بیماری ناعلاجی داشتم که نمیتونستم بچه داشت، یعنی مشکلی بودش که از دکتری میرفتم نمیدونم چی بود، هر جا میرفتم میگفتن نمیدونم، واقعا صحبت کنم. خواهش میکنم عزیز من، خیلی خوشحالم که شما این قرص خوردید و راضی هستید و کمک بهتون کرده. خیلی از شما تشکر میکنم تلفن زدی عزیز من. آقای دکتر فقط من خواستم یک کلام بگم، خیلی کده کیری. هلو بفرمایید. هلو بفرمایید. الو آقای دکتر بفرمایید. سلام. سلام قربان، خسته نباشی. قربان شما. آقای دکتر من یه مریضی دارم، نمیدونم چجوری بهت بگم. هر جور دوست داری بگو.
B12 بدنم کم میشه. آها. میگم این سر انگشتای دستم همین دوربر ناخونم درد بکنه خارش میکنه. بله بله. این هر جا من رفتم برای من فقط همین B12 سوزنش میدم منم اونو تزریق میکنم. بله بله. حالا سوالتون چیه؟ سوالتون چیه عزیز من؟ شماره؟ سوالتون. سوال اینه من چیکار باید بکنم آقای دکتر این خوب بشم؟ آها. شما عزیز من اگه امکان داره ممکنه تلفنتون رو به من بدید من بهتون تلفن بزنم چون وقتم داره تموم میشه. تلفنم همین شماره که زدم همین شماره. اوکی اوکی. همین شماره. یا شما بفرمایید. شمارشو دارید نه؟ آره اوکی. عرض کنم بزرگتون که این مردم خیلی لطف دارن، خیلی معرفت دارن. بازم مثل که تلفن شده، تلفن داره میشه مثل این که جانم یعنی تلفن رو بگیرم یا اینکه آها نوازین بفهمی آقای دکتر یه قرص ما باید از کجا تهیه بکنیم؟ من برادر من این پلاکت خونش بله بله پلاکتش رو 115 هست بعد گلوله سفیدش رو 22 هست الان بله. ما نگرانیم گفتم یه قرص ها پیدا کجا پیدا بکنیم عزیز من شما اگه لطف کنید شمارتون رو بذارید من میگم بله. که من میگم که نماینده من با هاتون تماس بگیره آقا قربان شما من شما را به شما میدم شما شماره یادش بکنین چشم شما شماره تونو بدید به این آقایی که با تو صحبت میکنه بفهمین همینطور که میبینید با این روز اول هست مردم تلفن میکنن و هرچی دوست دارن میگن اون فامیلی که با هم جمع شده بودن و اینا همشون سوال داشتن و میخواستن صحبت کنن من ازشون خیلی متشکرم اون خانم خیلی 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 آدم خوبیه خیلی آدم انسانیه خیلی با معرفته و ایشون همش تلفن میکنه منو تشویق میکنه و من واقعا ازشون تشکر میکنم عرض کنم حضورتون که همطور که شما میدونید امیون سل پاور این قرصی است که الان توی بازاره و متاسفانه ما الان این رو تو ایران باید بفرستیم به مریضا و مریضا کاری که میکنن تلفن میکنن و ما نماینده داریم در ایران که اینا پولشون رو میدن به این نماینده آقای سهیل اسمش هست و این آقا فقط کارش اینست که مردم که میخوان قرص بخرن ببخشید هلو بفرمید هلو سلام آقای دکتر سلام خانم عزیز حال شما خوب هستید قربان شما آقای دکتر من راجع به این قرصتون که برای مفاصل و استخونه با شما تماس گرفتم بعد شما شماره و آدرس ازم گرفتین که این نمایندتون با من تماس بگیرن. الان حدود 20 روز اینا میشه با من تماس نگرفتن. حالا نیازه که من دوباره با خود شما تماس بگیرم؟ ببین عزیز من همین الان شماره تو اگه لطف کنی و بدی به این آقایی که اول تلفن زدی ایشون به من میده شماره رو. من خودم بهت تلفن میزنم و این قرص رو برات میفرستم. ناراحت نباش. حتما چشم. خیلی متشکرم. خواهش میکنم دستون درد نکنه آقای دکتر. قربان شما. الو. بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام. آقای دکتر من الان سالیان سال بدنم اگزما داره و بدنم مرتب زخم میشه. بله. بعد خیلی هم مراجعه کردم آمپولای کورتون زدم و این حرفا. حالا میخواستم ببینم تهیه قرصاتون از کجا باید بگیم. والا شما شماره تو بذار من با تماس میگیرم عزیز کجا بذارم شمارم و چطوری بدم الان من شماره مستقیم گرفتم حتما شمارم افتاده اونجا دیگه
شما گوشی دستون باشه، ایشون شماره تو میگیره میده به من. خیلی متشکرم. خیلی ممنون تلفن زدی. خواهش میکنم. اوکی. عرض کنم که من این ساعت رو وقتی که میخوام با مردم صحبت کنم باید خود بیشترش کنم، برای که من میدونم مردم خیلی زیادن میخواد صحبت کنن. و عرض کنم بزرگتون که دفعه دیگه، جمعه دیگه، من سعی میکنم این رو ساعتش رو بیشتر کنم، ولی مثل که توی تلفن هم جداری میشه. و عرض کنم بزرگتون که سعی کنه روزو خوبی داشته باشید عزیز من. من نمیدونم کی وقتم تمام میشه.